کار حرفه‌ای شما در طول سالهایی که مذاکره کردید مثل جزوه درسی برای مذاکره کننده هاست. هر اتفاقی که فکر کنید توش افتاده، از مذاکره برای آتش بس، مذاکره برای آزادی گروگان ها، یا حتی گروگان گرفته شدن، با این نگاه و تجربه مذاکرات فعلی ایران و 5 به 1 رو چطور ارزیابی میکنید؟ Well, of course it's impossible for me to compare because I've not been in the nuclear negotiations, so it would be unfair for me to make comparisons. مقایسش برای من غیر ممکنه، برای اینکه من در مذاکرات نیستم و قضاوت دربارش به همین دلیل منصفانه نیست. وقتی که مذاکرات توسط کسانی انجام میشه که به قول معروف میتونن بدون دشمن تراشی رهبری کنن، میشه به نظر من به نتیجه رسید. من تجربه و شانس مذاکره با ایران رو داشتم، حتی بعد از اینکه سازمان ملل رو ترک کردم. فکر میکنم بخشیش به این دلیله که شانس این رو داشتم که با آدمهای مناسب در زمان مناسب روبرو بشم. به عبارت دیگه، من هیچ وقت با نهادها و سازمانها مذاکره نکردم، همیشه با افراد مذاکره کردم. این هم حسن و ضرر خودش رو داره. حسنش اینه که وقتی که با افراد مذاکره می کنید، باید درباره ذهنیت اونها تحقیق کرده باشید، همونطور که باید درباره ذهنیت کشورش تحقیق کرده باشین. اما ضررش اینه که وقتی با یک فرد به تنهایی مذاکره می کنید، تا حدی ریسک می کنید. چون اگر در مذاکرات شکست بخورید، این شما این که شکست خوردین. در عوض اگر گفتگو میان دو نفر، مطلقاً دو نفر انجام بشه، شانس بیشتری برای رسیدن به نتیجه وجود داره. به شرط اینکه هر دو نفری که در مذاکره هستن با همین هدف اومده باشن، هدف مذاکره باشه، برای ارتقای شغلی و توجه روزنامه ها نیومده باشن، به خاطر اینکه دوباره رأی مردم رو کسب کنن نیومده باشن. اگر دو مذاکره کننده با این هدف اومده باشن، شانس خیلی زیادی هست. با اشاره به همین موضوع باید بگم به ویژه بعد از جنگ سرد و در 20 سال گذشته، مذاکرات میان نهادها و سازمانها هیچ وقت به حل بحرانها منجر نشده. تاریخ اینطور نشون داد و بر اساس همین تصمیم کسی نبود. نهادها دیگه در موقعیتی نیستند که بتونن تصمیم‌های ضروری در طی یک مذاکره رو اتخاذ کنند. بیش از هر چیز شما موقع مذاکره باید وارد ذهن طرف مقابل بشین که ممکنه لزوماً دشمن نباشه، صرفاً یک فرد متفاوت با شما باشه. ذهنیت ایرانی پای میز مذاکره چی هست؟ این چیزیه که همه الان توی واشنگتن میخوان بدونن که چطور میشه با ایران به توافقی رسید که برای همه مناسب باشه. شما در موقعیت‌های مختلفی با دولت ایران و دیپلمات‌های ایرانی سر و کار داشتید. چطور میتونین ذهنیت ایرانی رو در مذاکراتی که بین‌المللی هستن یا با طرف‌های دیگه هستن توضیح بدین؟ Well, first we have to try to, quote unquote, to enter the mind of the person in front. اول از هر چیز باید تا جایی که میشه به ذهن کسی که روبروت نشسته وارد بشی. به طور مطلق که نمیشه، اما باید تمام تلاشت رو بکنی و این اولین قدمه. من هم بخت این رو داشتم. مثلا وقتی با رئیس جمهور رفسنجانی مذاکره میکردم و بعدش که با رئیس جمهور خاتمی مذاکره کردم، به هیچ وجه مثل هم نبود. بنابراین این جمله که با ایران چطور باید مذاکره کرد اساساً غلطه. تفاوت میان کسانیه که روبروی تو نشستند. البته که یک روایت و ذهنیت ملی وجود داره که باید ازش مطلع باشی، اما سابقه شخصی آقای رفسنجانی و آقای خاتمی با هم فرق می‌کرد. به همین دلیل مکالمه ما هم باید در بستر متفاوتی انجام می شد. این چیزیه که من در عمل آموختم. فردی که روبروی شما نشسته یک فرده، یک نهاد انعطاف ناپذیر نیست، یک جعبه نیست. آقای رفسنجانی یک سابقه مشخص داره که من نامش رو به طور کلی اقتصادی می گذارم، در حالی که آقای خاتمی سابقه بیشتر فلسفی داره. این مسئله مهمیه که میشه جهت منافع همه ازش استفاده کرد. این بخشی از تحقیقیه که بر عهده مذاکره کننده است و در کتابها ننوشتند. من اگر به بازار برم، سعی میکنم سر قیمت سیب زمینی که میخوام چونه بزنم. اما وقتی که با یک استاد فلسفه صحبت میکنم، باید عبارتهایی رو پیدا کنم از میان فیلسوفهایی که اون باهاشون آشناست تا به بهترین شیوه سوالهام رو باهاش مطرح کنم. شما اقتصاددان یا فروشنده یا بازرگان باشید، یک ذهنیت دارید و اگر فیلسوف باشید، ذهن شما شکل دیگه ای کار میکنه.
این اتفاق خود به خود رخ میده، نه خوبه و نه بد، صرفا شکل‌های متفاوتی از کارکرد ذهن آدم هاست. خیلی تاکید میکنید برای خوندن ذهنیت طرف مذاکره، کسی که پای میز مذاکره نشسته. مثلا شما در لبنان خودتون به گروگان گرفته شده و باید با گروگانگیرتون مذاکره میکردید. چطور میشه ذهنیت یک گروگانگیر رو در یک وضعیت بحرانی که شما گرفتارش بودید واقعا خوند با موفقیت؟ I did negotiation with person responsible within Hezbollah of the من با کسی که در حزب الله لبنان مسئول روبودن گروگان‌های غربی بود چندین بار مذاکره کردم، در واقع 4 بار. البته توجه داشته باشین که شرایط واقعا مناسب مذاکره نبود. وقتی که چشماتون رو بستن و انداختنتون توی صندوق عقب ماشین و بعد هم نصف شب به یه جایی میبرنتون که روحتونم خبر نداره کجاست، وقتی که هیچ چیزی قانعتون نمیکنه که برای زنده موندن یک روز بیشتر شانس دارین، طبیعتاً کل هستی شما تحت تأثیر قرار میگیره. با این همه کاری که باید انجام بدین همینه، مأموریتتون همینه و اگر کسی که روبروی شماست میتونه به آزادی چند گروگان کمک کنه، باید خودتون رو جمع و جور کنید و با تمام قوا روی ذهنیت اون تأثیر بگذارید. دفعه اولی که من رو در لبنان به گروگان گرفتن، که البته تصمیم خودم بود چون برای کمک به گروگان‌ها راه دیگه‌ای نبود، وقتی که چشم بندم رو برداشتن دیدم 2 مرد با نقاب جلوم ایستادن و فقط چشمهاشون رو میشه دید. فکر کردم چطوری باید بهشون جواب بدم. جواب من باید انقدر خوب می بود که هم به گروگان‌های دیگه کمک می کرد و هم اینکه جون خودم رو به خطر نمی انداخت. سوال اول این بود که چرا می خواهی جونت رو برای مردمی که از تبار تو نیستن به خطر بندازی؟ سوال سختی بود، چون اگر که حرفم رو نمی فهمیدن، نه اینکه جواب بد می دادم، صرفا اگر نمی فهمیدن توی درد سر می افتادم. جواب دادم چون می خواهم از همین الان حساب فردا رو صاف کنم. کسی جلوی من ایستاده بود که ظاهراً عماد مغنیه بود. گفت نمیفهمم منظور چیه، توضیح بده. گفتم اگر 1 سال پیش از ما میپرسیدن چقدر احتمال داره همدیگر رو ببینیم، میگفتم نزدیک به محال. با این حال ما هم رو دیدیم. بنابراین شرط میبندم که این احتمال هم وجود داره، هر چند کم، که چند سال دیگه پسر من و تو همدیگر رو ببینن. یک دفعه پرسید از کجا میدونی من پسر دارم. حرف اشتباهی زده بودم. سعی کردم درستش کنم، گفتم صرفا حدس زدم و گفتم اگر 10 سال دیگه پسرهای ما هم دیگر رو ببینن و اگر راهی باشه که من از همین حالا کاری بکنم که جون پسرم رو 10 سال دیگه نجات بدم، میخوام همین الان اون کار رو بکنم. گفت تو از کجا میای؟ گفتم از همونجا که همه میان، شکم مادرم. این یک مکالمه دیپلماتیک نیست، با این همه تونست هم جون من رو نجات بده و نهایتا زندگی بقیه رو هم. And eventually to save the life of others. بخش قابل توجهی از مذاکرات شما همیشه یک پای اون جواد ظریف بوده که الان وزیر خارجه ایران هست. چقدر مثلا در موضوع آزاد کردن گروگان‌های آمریکایی در لبنان آقای ظریف نقش عمده‌ای داشته و چقدر این رابطه شخصی که بین شما و او شکل گرفته هنوز ادامه داره؟ Well, you know, you have in life sometimes you have the good luck of finding people with whom. در زندگی گاهی این شانس رو میاری و کسانی رو پیدا میکنی که میتونی باهاشون راحت ارتباط برقرار کنی، در مقایسه با دیگرانی که نمیشه باهاشون ارتباط برقرار کرد. چرا؟ نمیدونم. اگرچه من از وزیر امور خارجه ایران جواد ظریف بزرگترم، اما شانس این رو داشتم که بارها با هم سر و کار داشته باشیم. حتی در دهه 80 وقتی که در نیویورک بود و همراه آقای ولایتی وزیر امور خارجه وقت سفر میکرد. گاهی فکر میکنم بخشیش هم شاید به این دلیل بوده که هر دوی ما به دانشگاه‌های آمریکایی رفتیم. شاید این هم کمک کرده هر دوی ما یک زمینه مشترک اولیه پیدا کنیم. یک زمینه مشترک ابتدایی و نه چندان مهم البته. چیزی که ما رو راحت می کرد این بود که ما همیشه موقع صحبت با هم رک و رو راست بودیم. هرچه که می گفتیم یک وزنی داشت و مسئولیتش رو هم می پذیرفتیم. این ابتداش بود.
اگرچه خیلی سخته که آدم بگه چرا با بعضی ها دوست میشه ولی با دیگران نه. کل ماجرای گروگانگیری که به قبل از تماس‌های من با آقای رفسنجانی برمیگشت واقعاً با کمک جدی جواد ظریف عملی شد که همیشه در دیدارهای حیاتی ما حاضر بود. یادم هست که فقط ما سه نفر بودیم، رئیس جمهور رفسنجانی، جواد ظریف و من در تهران. مذاکراتی که منجر به آزادی 11 گروگان آخر غربی شد ریشه در این داشت که من تونستم جنگ ایران و عراق رو به پایان برسونم، یا دست کم نقش عمده‌ای در این کار داشتم، اون هم وقتی که صدام و هم دیگران در غرب میخواستن جنگ ادامه پیدا کنه. با این همه وقتی که من میخواستم جنگ تموم بشه، این موضوع ابزار ارزشمندی در دست من بود، چون میتونستم برم پیش آقای رفسنجانی و بگم من فقط حرف نمیزنم، من جنگی رو تموم کردم که شما در حال باختنش بودین. حالا که من این کار به این مهمی رو انجام دادم، شاید بتونیم با همکاری هم یک کار مهم دیگه هم انجام بدیم. وقتی که باهاش حرف زدم گفت ما به گروگان‌ها چه ربطی داریم؟ متوجه نیستی؟ اینجا ایرانه، باید بری لبنان، من که لبنانی نیستم. وقتی این حرف رو زد گفتم برای این کار به کمکش احتیاج دارم و پیشنهاد یک معامله رو دادم. یادتون باشه که من نه پول داشتم، نه ارتش و نه ثروت دیگه ای که به او بدم. چطور باید باهاش معامله می کردم؟ خب، یک کار که کرده بودم تموم کردن جنگ بود. این خودش ارزشمند بود. گفتم میتونم یه کار دیگه هم بکنم، اما باید کمک کنین. در سال 1989 با وجودی که همه میدونستن، حتی یک کشور هم اذعان نکرده بود که جنگ 1979 رو صدام حسین آغاز کرده، دولت ایران خواستار این بود که صدام آغازگر جنگ معرفی بشه، ولی هیچ کس حاضر نبود این کار رو بکنه. در واقع هیچ دولتی در جهان تا سال 2002 چیز چندانی در این زمینه نگفت. من با آقای رفسنجانی گفتم معامله من اینه، حقیقت در برابر آزادی. شما به من کمک کنین که این عده رو آزاد کنم، من هم به شما کمک میکنم حقیقت رو به دنیا بگین. همینم شد. ایران و گروه پنج بلوه یک الان با یک ضرب العجل جدی مواجه هستند برای اینکه به توافقی برسن که همه طرفهای درگیر ازش راضی هستند. شما در طول مذاکراتی که انجام دادید در سالهای گذشته با ضرب العجل‌های زیادی روبرو بودید. فکر می‌کنید که چقدر وجود یک ضرب العجل مثل این ضرب العجلی که الان وجود داره می‌تونه به ضرر یا به نفع روند مذاکره باشه؟ Well, the question of deadline has to be prefaced with the clarification that some deadlines are really. در موضوع ضرب العجل باید توجه کرد که بعضی ضرب العجل ها رو خود مذاکره کننده ها برای خودشون ابدا می کنن، ولی بعضی دیگه عینیت بیشتری دارن. در موردی که من باهاش سر و کار داشتم، جنگ ایران و عراق، ضرب العجل در واقع تاریخ عراق برای حمله ای تازه به ایران بود که برای همون هفته اول ماه اوت 1988 برنامه ریزی شده بود. اگه خیلی زود به نتیجه نمی رسیدیم، این حمله که عراقی ها نقشه های نظامیش رو به خیلی از کشورها نشون داده بودن انجام می شد و خیلی دولت ها سعی کردن به من نشون بدن که این عملیات تا کجای خاک ایران پیش خواهد رفت. این موضوع عامل تاثیرگذاری در مدت زمان مذاکره بود. بنابراین یا باید جنگ قبل از این حمله تموم می شد یا باید صبر می کردیم که این عملیات به نتیجه برسه، که اون هم معنی خیلی خشنی از زمان رو با خودش داشت. از بخت من تلاش هامون به نتیجه رسید و این حمله هیچ وقت انجام نشد، چون آتش بس عملی شد، آن هم با کمک پادشاهی عربستان و دخالت اونها در مذاکرات. صریحا بگم دخالت حیاتی و جدی اونها در مذاکره، یا بهتر مداخله ای که هنوز معنای واقعیش در تاریخ به رسمیت شناخته نشده، یک تلاش باور نکردنی برای برقراری صلح. 6 روز قبل از اینکه جنگ ایران و عراق تموم بشه، هیئت عراقی و وزیر امور خارجه‌اش نیویورک رو ترک کرد. اون هم بعد از توهین به دبیر کل سازمان ملل متحد و من، اون هم به شیوهی کاملا عامی. اون موقع فقط یک طرف مذاکره در نیویورک مونده بود،
آقای ولایتی. در این حال یکی از دیپلمات‌های سازمان ملل به من مواضع نظامی تازه‌ای رو که نیروهای عراقی در ایران گرفته بودند نشون داد. به من گفتند که هیچ راهی برای متوقف کردن این حمله عراق وجود نداره و بنابراین هر تلاشی که کنم بی‌فایده است. می‌گفتند که باید واقع‌گرایی بیشتری به خرج بدم و از خیرش بگذرم. اون موقع با رئیسم خاویر پرز ده کویار صحبت کردم. دبیرکل سازمان ملل. شب بود و اون و همسرش و من با هم شام می‌خوردیم. 4 روز قبل از پایان جنگ. به من گفت که شنیدم قدرت‌های بزرگ بهت گفتن که از خیرش بگذر و دنبال پایان جنگ نباش. و پرسید که از نظر من راه درست چیه. یک شب به من وقت داد و گفت فردا صبح بیا و به من بگو میخوای چه کار کنی. چه کاری در مصلحت توست و چه کاری به صلاح دنیا. هر تصمیمی که بگیری من ازت حمایت میکنم. اما یادت باشه که وقت زیادی نداری. تنها چند روز مونده. میتونی جنگ رو ظرف همین چند روز تموم کنی؟ اون هم وقتی که یک طرف جنگ نیست و رفته؟ اون شب من فکر کردم و نتیجهش این بود که اگر یک طرف ماجرا عرصه رو ترک کرده باید به بانکدارشون، به حامی مالیشون زنگ بزنم. جنگ ایران با مذاکره میان خاویر پرز ده کویار، من و وزیر امور خارجه سعودی و دستیارش تموم شد. این ایده هم از تاریخ اروپای دوران رنسانس به ذهن من رسید که بانکدارها به شاهزاده ها پول میدادن که جنگ برن و وقتی که میخواستن جنگ تموم بشه پولشون رو قطع میکردن. جنگ اینطوری تموم شد. دوشنبه روز 8 برج 8 سال 1988. با این همه مذاکرات در خلاء اتفاق نمیفته. همیشه یک تاریخچه وجود داره، یک بی‌اعتمادی وجود داره، کما اینکه بین ایران و آمریکا یک تاریخچه بلند از بی‌اعتمادی هست. 3 دهه گذشته. چطور میشه هم از این تاریخچه درس گرفت و هم نگذاشت که به مانعی برای پیشرفت مذاکره تبدیل بشه؟ دو نکته هست. یکی این که هر روز در زندگیمون باید به یاد داشته باشیم که تاریخ به جلو میره. من به تکرار تاریخ باور ندارم، چون مثل اینکه باور کنید زمان تکرار میشه که متاسفانه نمیشه. اگر هیچ تکراری در کار نیست، باید هر برگه تاریخ و هر روز رو با این نگاه که با یک برگه سفید روبرو هستیم باز کنیم و باید جرأت این رو داشته باشیم که در این صفحه یک جمله تازه بنویسیم. این فرقیه که من بین رهبران واقعی و سیاستمدارها و بوروکرات‌های معمولی می‌بینم. رهبری که حاضر در صفحه سفید تاریخ چیزی بنویسه، قلم رو بر می‌داره و می‌نویسه. بوروکرات‌ها جرأت نوشتن حرف تازه‌ای رو ندارن و صرفاً هرچه در صفحات قبل هست بازنویسی می‌کنن و تاریخ اونها رو پشت سر می‌گذاره. تاریخ فارغ از اینکه بوروکرات‌ها چه می‌کنن مسیر خودش رو خواهد رفت. ممکنه سخت‌تر باشه و پردردسرتر، اما به پیش خواهد رفت. در این حال باید متوجه تغییرات باشیم، تغییراتی که دشوارند اما واقعی‌اند. بعد از پایان جنگ سرد متغیرهای خیلی بیشتری نسبت به قبل در مذاکرات وجود داره. این وظیفه دشوار دیپلمات‌ها و مذاکره کننده های امروزه که بتونن این متغیرها رو تشخیص بدن و از میانشون به سلامت عبور کنن. کار دشوارتر شده، اما در این حال نهادها و سازمانها از پس این کار بر نمیان. این کار تغییر میکنه. این کار تنها با فکر فردی عملیه. اگر این فکر کار نکنه هیچ پیشرفتی صورت نخواهد گرفت. اینکه منطقه شام بزرگ هر روز داره تغییر میکنه رو ببینید. این یک دنیای دیگه است. نه دنیای قرارداد سایکس پیکو در سال 1916 است و نه دنیای خانم گرترود بل که عراق رو در 1920 ابدا کرد. شام دیگری است که باید نتیجه یک معماری تازه باشه. عمارتی که تنها میتونه به دست ایران و عربستان در کنار هم ساخته بشه. ایران و عربستان الان در بهترین وضعیت ممکن نیستن. فکر میکنید واقعا چطور چنین چیزی ممکنه؟ باید این کار رو بکنن. یا تمام منطقه از پاکستان تا لبنان دود هوا خواهد شد، یا اینکه مکانی برای تازه یک معماری تازه جغرافیایی خواهد بود. باید یک ایرانی و یک سعودی مناسب رو پیدا کنید تا با هم ملاقات کنند. این فرد مناسب در ایران کیه؟ این سوال دشواریه و جواب دادن بهش جسارت میخواد. با این همه از نظر من غیر ممکن نیست، چون تاریخ همینطور نوشته شده. تاریخ رو 1 میلیون نفر با هم در یک زمان ننوشتن. تاریخ با یک امضا بر یک کاغذ نوشته شده که امضای دیگری در پیش آمده. به نظرم ممکنه،
و در هر دو طرف درایت کافی برای این کار وجود داره. نشانه هایی اینجا و آنجا دیدم که نشون میده شاید هم آدم های مناسب در هر دو طرف وجود داشته باشن. اما لزوماً همیشه اون زمان مناسب یا فرد مناسب، طرف مناسب برای مذاکره وجود نداره. اون وقت لزوماً مذاکره به جایی نمیرسه. میدونم. و به همین دلیله که تاریخ تراژدی و فاجعه هم نصیب ما کرده و همیشه هم موفق نبودیم. من این رو قبول دارم. نمیگم که میشه درباره آینده مطمئن بود. باید تلاش کنیم که بازیگران بزرگ آینده ظهور کنند و شجاعت لازم رو داشته باشند. هیچ ضمانتی نیست. فردا هیچ تضمینی نداره. نه فردای کشورها تضمین داره و نه ضمانتی است که فردا برای تک تک ما چه همراه خواهد داشت. اما نباید تسلیم شد. 4 سال پیش وقتی همه از جنگ داخلی در سوریه حرف می زدن، من به خودم جرأت دادم و مقاله ای نوشتم و گفتم که این جنگ داخلی نیست. این سومین شطرنجی است که ایران و عربستان در 3 دهه گذشته با هم بازی کردند. به نظر من این یک نمونه است و این که راه حل وضعیتی که امروز باهاش روبرو هستیم تنها در فضای مشترک برای عراق و سوریه یافت میشه. دلیلش هم معماری تازه‌ایه که این منطقه از پاکستان تا لبنان به اون نیاز داره. تنها کسانی که میتونن این معماری رو آغاز بکنن، معماران اصلی، باید از ایران و عربستان در کنار هم باشن. شام بزرگ البته از لبنان تا پاکستانه. قدرت‌های بزرگ شیعه و سنی در این منطقه هستن و این همون منطقه‌ایه که امروز در اون با مشکلات زیادی روبرو هستیم. ما به معمارهای تازه‌ای احتیاج داریم و به نظر من حرف معمارهای گوش شنوا پیدا خواهد کرد که از ایران و عربستان اومده باشن. اینها هستند که باید راهی برای نوشتن برگی تازه از تاریخ پیدا کنند. برگی تازه برای نسل تازه. در غیر این صورت وضعیت نه تنها برای اونا که برای همه بسیار پیچیده خواهد شد. موارد متعددی در طول کار حرفه‌ای شما شاهد بودید یا درگیر بودید با تلاش‌های ایران یا حتی آمریکا برای اینکه بهبود بدن روابطشون رو، حتی در یک مورد دروغ گفتید. فکر می‌کنید که چرا این رابطه تا حالا شکل نگرفته؟ مثل همیشه زمان عامل مهمیه. زمان تأثیر زیادی داشت. موانع معمولا افراد یا بازیگرانی هستند که نتونستن امکانات رو درست ببینن و جرأت نوشتن در صفحات سفید تاریخ رو نداشتن و تنها اشتباهات گذشته رو تکرار کردن. البته که این ناکامی ها بوده. سیاستمدارانی بودند که جرأت ورق زدن کتاب تاریخ رو نداشتن. من دروغ گفتم اما دلیل خوبی پشتش بود. تلاشی بود برای اینکه رئیس جمهور خاتمی و رئیس جمهور کلینتون با هم ملاقات کنند. آخرین باری بود که آقای کلینتون به سازمان ملل متحد می اومد، چرا که اواخر دوره ریاست جمهوریش بود. آقای کلینتون اولین سخنران در مجمع عمومی بود و من اون رو راضی کردم که برای اینکه نشانه‌ای برای دولت ایران بفرسته منتظر سخنرانی آقای خاتمی بمونه. متاسفانه آقای خاتمی نفر 14 در فهرست سخنران‌ها بود و این یعنی آقای کلینتون بعد زیادی در مجمع می نشست. باید راهی پیدا می کردیم که آقای خاتمی درست چند دقیقه بعد از آقای کلینتون سخنرانی کنه که رئیس جمهوری آمریکا موقع سخنرانی در میان حاضران باشه. این در کارهای بوروکراتیک واقعا دشواره، به ویژه در یک فرصت کوتاه 2 دقیقه‌ای. آقای کلینتون تلویحاً گفت اگه بتونه این فاصله رو کم کنه در مجمع خواهد نشست و منتظر سخنرانی آقای خاتمی خواهد موند. مشکل این بود که چجوری آقای خاتمی رو از سخنران 14 به سخنران 3 یا 4 تبدیل کنیم. اول هیئت کلینتون رو متقاعد کردم که میتونم این کار رو انجام بدم که بعد از پایان سخنرانیش بره و روی صندلیش و در میان هیئت آمریکا بنشینه. همه فکر کردند که منتظر سخنرانی ولادیمیر پوتین سخنران 5مه. بعدش باید رئیس مجمع عمومی رو متقاعد می‌کردم که در میانه پودیوم نشسته بود. دست راستش کوفی انان دبیر کل سازمان ملل بود. با یک تکه کاغذ رفتم به سمت آقای کوفی انان و روش یک خط نوشتم: به خاطر مسائل امنیتی توصیه می‌کنم آقای خاتمی سخنران 4 باشند. کوفی انان به من نگاه کرد و پرسید: مشکل امنیتی؟ من هم سکوتم رو به نشانه تایید حفظ کردم. اون هم سکوتم رو به تایید تعبیر کرد و پیغام من رو به رئیس مجمع عمومی داد که اون هم باور کرد. و البته که نوبت سخنران 4 با آقای خاتمی داده شد. اون هم وقتی که آقای کلینتون در میان مجمع مستمعین نشسته بود. کمتر کسی این ماجرا رو میدونه، اما خب من این کار رو کردم.
دروغ گفتم. برای این نزدیکی تا دروغ گفتن پیش رفتم، اما یادتون نره که این یک مسئله اداری اجرایی بود. تبعات مثبتی هم داشت و این حرکت نمادین میتونست آغاز یک تغییر باشه که البته متاسفانه اینطور نشد. از جمله چون اواخر دوره آقای کلینتون بود. گاهی بختیار شما نیست، اما این به این معنی نیست که برای یافتن کسانی که در کنار هم جرأت نوشتن فصل‌های تازه‌ای از تاریخ رو دارن مرتبا تلاش نکنی. تاریخ اینطوری نوشته میشه. یکی از دیپلمات‌های ایرانی توی کتابتون نوشتین که به شما گفته که ایران احتیاج به یک گورباچف داره. فکر می‌کنین الان گورباچفی در ایران وجود داره که وضعیت مذاکرات رو بهتر از قبل بکنه؟ Possibly. شاید. زمان قضاوت خواهد کرد. به نظر من آقای روحانی به خیلی ها امیدواری داده. آقای روحانی به خیلی ها امیدواری داده و من هم امیدوارم. And I do hope as well.